به نام خدا. سلام دوستای نازنین، داش پس خانه ما خوش آمدین. امید که جور و صحتمند باشین، در گوشه و کنار کستین، سر بلند و سر فراز باشین. امروز تصمیم دارم یک بولونی کدو پخته کنم. خواستم امروز شما خوبانم شریک بسازم. بسم الله گفته پخته کردن از این بولونی مزه داره شروع میکنم. در قدم اول بر بولونی ما خمیر میکنم. من 4 گیلاس آرد داخل کاسه مندازم. آرد به اندازه تعداد فامیلتان مندازم. من 4 گیلاس انداختم. 1.5 قاشق نمک مندازم. 1 قاشق مایه خمیر مندازم. البته قاشق مربا خوری بود. 2.5 گیلاس آب مندازم. 2 گیلاس شال انداختم. 1.5 گیلاس شه کم کم مندازم. خمیر کده میرم انداختم میرم که کم زیاد نشه از خود. 1.5 گیلاس شه کم کم مندازم. در کل ما 2.5 گیلاس استفاده کردم. بس کرد. دیگه یکم بار روغن مندازم. البته ما روغن زیتون انداختم، میتونه نظر روغن استفاده کنه. خوب خمیر ما رو بر 10 دقیقه ورز میدم تا که خمیر ما آماده شد. بعد از 10 دقیقه ببینین خمیر ما آماده شد. نه زیاد باید سخت باشه، نه نرم، متوسط. خمیر ما رو میپوشونم، بر 1 ساعت میمونم تا که خمیر ما برسه. تا خمیر ما برسه کدوی ما رو آماده میکنم. ما از کدوی حلوایی استفاده کردیم. دیگه کدو رو توته کردم. کدو بسیار کلان بود، یک توتهش گرفتم، کفایت میکنه. کدو رو خوب سه توته میکنم و پوست میگیرم. بعد از اینکه کدو رو پوست کردم، در داخل چلو صاف مندازم، یک رو میشویم. بعد از اینکه ششتم کدو رو رنده میکنم. کدو رو کلشه میگیرم رنده میکنم. ببینید کدو ما رنده کردم. حالا دیگ مورد سر گاز موندیم. دش 1-3 قاشق بار روغن مندازم. این کدوی رنده شده رو مندازم که یک سرخ کنم کدوره. 1 دانه پیازم تو تکرم دش مندازم. بر 10 دقیقه یک کدو رو سرخ میکنم که یک همه گوار نرم شوه. دیگر 1 قاشق نمک مندازم، قاشق مربا خوری، 1 قاشق مرچ، 1 قاشق مرچ سیاه، 1 قاشق مرچ سرخ انداختم، 1 قاشق مرچ سیاه، 1 قاشق تخم گشنیچ. خوب سه گرد میکنم که مصالحا امروی کدو گرد شد. بعد از او 1 دانه مرچ سبز مندازم، 1 دانه مرچ سرخ دولمه را مندازم. کده گشنیچ ریزه کده مندازم. خوب یک شور میتم. 4 دندانم سیره، سیرم رنده کدم انداختم. شور میتم که سبزیات و مصالحا گرد شد و امروی کدو مزه دار شد. بر 10 دقیقه ایره سرخ میکنم. بعد از 10 دقیقه آماده شد. دولده داخل کاسه مندازم که سرد شد. میمونم سرد شد. تا سرد میشه خمیر ما رو سعی میکنم. خمیر ما رسیده، ببینین خوب سعی بالا آمده. حالا زواله میکنم خمیر ما رو. خمیر ما رو به اندازه که میخوایم برش میزنم. اگه میخوایم بولونیتون کوچیک بیه کوچکتر برش بزنین، نه کلانتر کلانتر، و دلخواه خودتون برش بزنین. من ریزه ریزه آماده میکنم به خاطر که متوی که بولونی پخته میکنم ریزه هست. دیگه او نظر به خواست خودتان است که چقدری بگیریم. خمیر رو کلشم تو زغاله میکنم. در سر یک سر خمیری میمونم، سرش بسته میکنم. برای یک 10 دقیقه وار میمونم که زغاله بفته. بعد از 10 دقیقه ببینید زغاله ما آماده شد. حالا انوار میکنم. اول که دستم یکم اگر آوار میکنم، بعد از او از آشکس کمک میگیرم که خوب سعی یک برابر آوار شوه. ببینید خوب سعی امروی آشکس آوارش میکنم. تا جایی که مکان داره نازک کنیم که بولونیش نازک بیه. زیاد مرد نندازیم که بز بولونیش خشکک میه. ببینید نازکی و دبلیش همه قبل باید باشه. دیگه من خمیره رو کلش آوار کردم. بلا کدیم هم سرد شده، داخل خمیره ما پر میکنم. کلش کدو میمونم. بعد از کدوی ما رو موندم انوار میسازم. واقعا که یک بولونی مزدار است. میتونید در مای روزه ای را آماده کنین و افطاریتان نوش جان کنین. خیلی بولونیش مزدار و خوبش میه. دیگه من کل بولونی ها رو پر کردم، سرایشان رو بسته میکنم. یکی همه من روی دستم دوباره نازک میکنم که بولونیش خوب نازکه مزدار بیه. حالا در داخل تاوی مروغن مندازم. بولونی رو مرتب در تاوه انداخته میرم. به نوبت پخته کده میرم. امروی دستم رو میکم اوار میکنم. ببینید تاوی ما یک ذره ریزه تر است. از خطر سعی جایی نمیشه.
بولونی رز خود را ریزه تر بختم. ببینیم چک رنگ کشیده. یک طرفش که سرخ شد، طرف دیگه بولونی را دور میتونم. حالا این طرفشون پخته شد، دیگه بولونی ما را از روغن خارج میکنم. تو پشت سرم کل بولونی را مندازم و پخته میکنم. خب دوستو ببینین بولونی کاملا پخته شده و بسیار خوبش آمده. جایتان خالی دور از دلتان واقعا عالی آمده. مشکه براتان باز کنم ببینین که چقدر خوبش آمده. ببینین واقعا عالی آمده. خب دوستو آل مرتضی جان نوش جان میکنه با شما میگه که مزه از بولونی چرقم آمده. سلام دوست نازنین، با کانال خوش آمدین. امروز مادرم بولونی نیکدی پخته کرده و نوش جان میکنم که مزهش چرقه نیست. بسم الله. به به چقدر خوشمزه و منده. باز یکم از ماست رو میزنیم دوستو. دوستو جایتون حالی خیلی خوب آمده بوده و شما هم توصیه میکنم که داخلتون آماده کنید، پخته کنید. خیلی خوشمزه آمده بود. خوب سن که چکنی خوب میوید. لایک انداختن یادتون نره، سابسکرایب کردن یادتون نره، زنگ بزنید زدن یادتون نره. بای بای. خب دوستای نازنین رسیدیم به پایان ویدیو امروز که بولونی کدو پخته کردم. انشالله که خوشتان آمده باشه. اگه خوشتان آمد حتما امروی دوستانتان شریک بسازین. تشکر که همیشه مرا حمایت میکنین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان مسپارم. زندگی خوش آرام داشته باشین در کنار فامیلتان. خدافظ شما عزیزان.